آرش آرامه شوقدان و کارشناس امنیت ملی در استودیو با ما هستن از این جنرال روسی شروع بکنیم که در اوکراین زخمی شده چرا اینقدر برای پوتین این جنرال مهمه اول اینکه خب فرستادن فرمانده ستاد مشترک ارتش به خط مقدم یا یک میدانی تحت به قول میدان عملیات کار عجیب غریبیه به خاطر این باید ببینیم مثلا آقای ولری گراسموف کی هست آقای ولری ولری گراسموف ارتش بر چهار ستاره است ایشون فرمانده ستاد مشترک ارتش روسیه است ولی دوازده سال حدودا در این مقام هست معمولا این مقامات در کشورهای با ارتش های حرفه در ایالات متحده ایشون سه نفر آمدن رفتن از زمانی که ایشون فرمانده ستاد مشترک بوده ارتش بود دمسی ارتش بود دانفرد، و الانم ارتش بود میلی ایشون بوده اینجا دومی این که دکترین نظامی و دکترین عملیات ارتش روسیه رو ایشون آمده عوض کرد ارتش دکترین عملیاتی نیروهای بزرگ مثل نیروهای ایالات متحده یا بریتانیا بهش میگن کمبایند آرمز رزم ترکیبی در سطح لشکر هست هر لشکری بین 14 هزار تا 40 نیرو داره و کمبایند آرمز یا رزم ترکیبی کار پیچیده است شما پیاده دارید زرهی دارید توپخانه دارید پوشش هوایی دارید این رو این فقط هم در سطح نیروی زمینی هست ها یعنی نیروی دریایی و بمباران سنگین هوایی رو نمیگم میگم نیروی زمینی به تنهایی خودش پیاده دارد زرهی که تانکه دارد توبخانه دارد و حمایت پوشش هوایی یا هوا نیروز که توپخانه های هلیکوپتر ها هستند یا هوا برد که اونها نفر میندازند با چت باز پایین این رو ترکیبش خیلی سخته آمدن برای کمبود بودجه برای آسون تر کردن یک دکتر جدیدی رو از 12 سال پیش همین آقای گراسیموف پیاده کرد به اسم بتالین تاکتیکال گروپ یا جنگ تاکتیکی گردانی گردان خیلی چیز کوچکتری است بین 700 نفر تا 1000 نفر درش هست بتالین تاکتیکال گروپ یا جنگ گردانی یعنی شما باید حلقه‌های کوچکتر نظامی به هم متصل ایجاد کنید که هر حلقه ای. یک لشکر نیست یک تیپ نیست یک هنگ نیست یک گردانه اینا به صورت مستقل ولی هماهنگ با همدیگه دیگه بتونن راز جلو ببرن مشکل کجاست این هماهنگی در سطح افسر و در سطح درجه دار اصلا و ابدا وجود ندارد در چه از لحاظ کماند اند کنترل یعنی فرماندهی و تسلط ما دیدیم که بسیار این قضیه به قول معروف برای روزها سخت بوده نکته دوم در مورد همین آقای گراسیموف اونجا الان منطقه جنگی فرمانده خودش داده الکسی دوورنیکل دو اویی که ارتش پر چهار ستاره است که فرمانده میدانیه چرا آقای گراسیموف رو فرستادن اونجورا دقیقا به خاطر اعمال و برای تنظیم کردن همین دکترینی هست که ایشون ده دوازده سال در ارتش روسیه پیاده کرده به خاطر همین یک شکست بزرگی بوده فعلا برای ارتش روسیه از لحاظ هدف نهایی که سقوط کیف بوده که اونو کاملا باختن شاید بگیم در نبردهای موفق بودن ولی هدف اصلی سقوط زلنسکی سقوط کیف الان میبینیم در شرق همین ارتش روسیه مشکلات عدیدی دارد برای جنگیدن یکی از همین ها این استش که نبرد گردانی هماهنگی اینطوری و تجهیزات بسیار بد و عدم پشتیبانی لوجیستیک کاری بسیار سخت دیگه چه برسه به ارتش غیر حرفه‌ای که بذات بخوام خیلی از نیروهای نظام وظیفه از اون استفاده میکنه مثل ارتش روسیه نمیگم که همشون غیر حرفه‌ای هستن ولی ارتش ایالات متحده از سرباز صفر تا ارتش بود همه حرفه‌ای ارتش روسیه اینطور نیست بر اجباری و سربازی و خدمت نظام وظیفه هستند اینا سرباز حرفه‌ای نیستن با وجود مشکلاتی که شما بهش اشاره کردین اما مقامات اوکراینی میگن در شرق اوکراین در واقع روسیه تهاجم به خودش رو گسترش داده به طور تمام عیار داره حمله انجام میده با چه هدفی این گسترش داره انجام میده نهم می روز پیروزی متفقین هست بر آلمان نازی اینا به خاطر اینکه روز نهم می اون پرید بزرگون جشن بزرگ یک دستاوردی داشته باشه پوتین در اون میدان سرخ میخواهد به مردم نشون بده ماریو ماریوپول رو کاملا تصرف تصرف کنند و بگن این پل زمینی رو از روسیه به دریای سیاه زدن این به خاطر این حجم زیادتر شده اما از اون طرف ایالات متحده به خاطر در دریافتن و فهم بهتری از این رزم گردانی مردم گفتن چرا های 29 به ارتش اوکراین نمیده جنگ هوایی کجاست جنگ هوایی نیست الان الان جنگ جنگ توپخانه ای هست و جنگ جنگ که زره هست علیه پیاده ایالات متحده موشکای جولن رو داده دست پیاده نظام زره روس را رو میزنن و الان هم که دیگه گل سرسبد دوم که بهشون بیشتر خواهد رسید های 155 میلیتری هاوتسر که دارد 400 تا 400 تا تو این پکیج 33 میلیارد دلاری آقای بایدن به دست اوکراینیا خواهد رسید این مشکل رو بسیار زیادتر خواهد کرد برای ارتش رو روسیه در خاک اوکراین خب حالا با توجه به اونچه که در جبهه های جر... در جریانه چه پیش بینی میتونیم داشته باشیم از آنچه که در روزهای آینده پیش خواهد مثلا تا 9 می اگر بخوایم در نظر به نظر من ارتش روسیه تلاش بسیار خواهد کرد که منطقه شرق رو یعنی اون دونباس و لوهانسک و دونتسک رو کاملا بگیره ماریوپول رو تصور کنه آقای گراسموف در منطقه نظامی خارکیف خارکیف شهر اوکراین هستی که شهرهای بزرگ که شهرهای صنعتی بزرگ جالب تانک های تی 64 تی 72 که الان با هم دیگه نواده هاشون با هم جنگند. در شهر خارکیف طراحی شده بود زمان شوروی سابق جنگ در اون منطقه تشدید پیدا کرد شاید بخوان حتی اودسا هم بگیرن که اگر بیان به سمت اودسا این جنوب غرب اوکراین عملا دیگر تمام خاک یعنی سواحل اوکراین رو به دریای آزاد و دریای آزاد بخوام سیاه خواهند گرفت اگر این کار رو بکنم باید ببینیم که از جمهوری مولداوی که اونجا حدودا 2000 سرباز روس هم به عنوان حافظان صلح در جمهوری مندرآوردی ترانس نیستار هستند آیا اونها وارد جنگ خواهند شد یا نه ولی دیگر خطر از کیف و خطر از مناطق غربی و مرکزی گذشته تشدید جنگ خواهد بود در مناطق شرقی برای گرفتن کامل و کنترل کامل منطقه دنباس ممنونم از توضیحات شما و حضورتون در استودیو آرش آرامش و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با من همراهی میکردن